وزارت دفاع ایالات متحده از آخرین وضعیت شهروندان افغانستان که در حال حاضر در پایگاه نظامی در آمریکا هستند و همچنین وضعیت مبارزه با تروریسم در افغانستان اطلاع رسانی کرده و اعلام کرد تمامی اقدامات ضد تروریستی برای حفظ امنیت کشور با جدیت دنبال می شود. گزارشی از کامبیز توانا در این برق. جان کربی سخنگوی پنتاگون در جریان کنفرانس خبری روز جمعه در مورد فعالیت های ضد تروریستی در منطقه گفت ماموریت اصلی ما تغییر نکرده و عملیات مقابل با تروریست با جدیت ادامه دارد فرمانده سنتکام این اختیار را دارد در هر موردی مرتبط با تروریسم در منطقه فعالیت کند هیچکس بنا ندارد تفاهم نظامی با طالبان امضا کند ولی اگر نیازی به بررسی اطلاعاتی باشد همکاری خواهیم داشت تمام فعالیت های ضد تروریستی ما فعلا کار می کند و اطمینان خواهیم کرد افغانستان هیچ وقت جایی نشود که 11 سپتامبر از آن بیرون آمد. پیش از جانکربی جنرال گلن ون هرک نه فرمانده نیروهای شمالی ایالات متحده در مورد وضعیت شهروندان افغانستان که در حال حاضر در پایگاه نظامی آمریکایی به سر میبرند اطلاعاتی ارائه کرد جنرال گلن ون هرک از عملیات اسکان 36 هزار تن از مهمانان افغان که در هشت پایگاه اسکان داده شدند ابراز رضایت کرد military, ما با چند آژانس همکاری می از چهار پایگاه بازدید کردم به مگو اردس رفتم عملیات کار و حمایت از مهمانان افغان ما خیلی شاخص و باعث افتخار است وزارت امنیت داخلی امور مربوط به مهاجرت را دنبال می کند. ما پذیرا و میزبان آنها هستیم این عملیاتی بی سابقه است که ما همه همکاری میکنیم از جنرال گلن ون هرگ در مورد آزمایش کووید مهاجران و تعداد مبتلایان احتمالی سوال شد همه را تست می کنیم هفته پیش در جریان سفر من به دو پایگاه از میان سه هزار تست سه تست مثبت داشتیم امروز ولی در آخرین اخبار هیچ آماری از تست مثبت نداشتیم جنرال ون هرک اعلام کرد روند بررسی مهاجرت شهروندانی که از افغانستان منتقل شدند از سوی وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی آمریکا دنبال می شود. کامیز توانا صدای آمریکا.